سلام دوستان، امیدوارم حال همتون خوب باشه. امروز میخوایم راجع به گیم پلی هیروی اسکای رسمش با هم صحبت بکنیم. بازی که میبینین بازی دو تیم آی جی و آستر هست. تو این بازی ما MMR ایمورتال شماره 1 داریم، شماره 6 داریم، شماره 13 داریم و تا شماره 124 هم هستن. هممون میتونیم واقعا نکات زیادی رو از نحوه پلی دادن این بازیکن یاد بگیریم. ما تو ویدئویی که راجع به نحوه بازی هیروی اسکای رسمش تو دوتا دو دادیم، نحوه لول گیری، حالت‌های مختلفش، تالنت گیری، آیتم آوردن، از جمله آقا نیم سپتر، آقا نیم شارد و داستان زندگی این هیرو رو گفتیم و اینجا میخوایم به بررسی گیم پلی این هیرو بپردازیم. اسکای رسمش تو این بازی پوزیشن 4 هست، سافت ساپورت هست. پیکی که داده به خاطر کمبوی هست که میتونه با دوئل لیژن کامنده و همینطور اولتی فیسس وید بزنه، به خاطر همین این پیک رو رفتن. و حالا ببینیم که به عنوان یه پوزیشن 4 شما چجوری باید با این رو بازی کنید. آیتم های اولیه بازی 3 تا آیرون برنچه، یه دونه هیلینگ سالوه، تانگوه و ماجیک استیک. همینطور داره میره واسه آوردن بوتسش. دقت کنید توی لانچی کار میکنه، پوزیشنش کجاست، داره درگیری میده با ساپورت حریف. چرا؟ برای اینکه ساپورت حریف جلو نیاد و لول 2 خودش رو گرفته، همونجوری که تو لول گیری ویدیو قبلی هم براتون توضیح دادیم. و کلا تمرکزش اینه که ساپورت حریف رو اذیت کنه که عقب وایسه. اگر ساپورت حریف نبود اون وقت کری لاینر حریف رو میبینیم، دائما هم داخل لاین نیست، این پشت درخت ها و بغل دست داره میچرخه، سعی میکنه که ساید پول بده، ولی خب اوراکل ساپورت اونها هم نمیذاره و ساید پولش ناموفق میشه. میبینیم دوباره سعی میکنه ساید پول بده، این بار موفق میشه، کلیپ ها رو به اون سمت میکشه. به محض اینکه هیروی کری حریف و ساپورت حریف میان، همون برا میچرخه که هم با لول 2 اش اذیت کنه، اتک بده، هم اکسپریانس رو بگیره، هم اگه تونست اسنایپ کنه لاستیت کلیپ جنگل رو بگیره، یا اگر تونست دینای هم بزنه. و در این حین میبینیم کری لاینش هم یه اسپیس خیلی خوب داشت، پوزیشن خیلی خوب، از لحاظ استراتژیک نزدیک به تاور و دائما داشت فارم میکرد و اسکای این بغل داشت کار خودش انجام داد. میبینیم باز هم سعی میکنه کری لاین حریف رو اذیت کنه، اتک بده، دینای بزنه. خب نزدیک به دقیقه 3 میشیم، زودتر داره میره سمت باونتی رونا. چرا؟ برای اینکه بتونه کمپ رو هم استک بکنه. همینطور متوجه میشه که ساپورت حریف نیست، میبینتش تو نقشه ویژن، متوجه میشه اینجاست، به خاطر همین یه پول دیگه هم میده که اوراکل اگر بالا اومد کلیپ های نیوترال بهش حمله کنه. دیدیم که باونتی رون رو بر نداشت. چرا؟ چون اون رو برای لینر خودش که لشرک باشه و بطری آورده نگه داشت. ساپورت حریف پول داده، سعی میکنه بره جلو، ساپورت حریف رو اذیت کنه، اسپلاش رو میبینید دائما روی اوراکل میزنه و اوراکل رو مجبور میکنه که بک بده. دوباره نزدیک به دقیقه داری میشیم، نزدیک 4 دقیقه است، برای اینکه دوباره بتونه استک کنه کمپ رو میره و یه استک دیگه میره، ضمن اینکه لشرک هم کمپ اونور رو خودش استک میده. و حالا آیتمی هم که آورده میبینین، برای خودش یه دونه آبزروار و یه دونه سنتری وارد گرفته، لول 2 میزنه، سعی میکنه کری حریف که هیدش کمه رو اذیت بکنه و حالا یه وارد نسبتا دیپ میشه گفت، یه جای مناسبی میذاره که اگر مید لینر حریف اومد ویژن مناسبی داشته باشن، سورپرایز نشن، گنگ نشن، سعی میکنه فشار بیاره با لولاش روی کری حریف که البته اوراکل با لولی که داره سیوش میده. میره واسه یه سایت پول دیگه که باز هم موقعیت استراتژیک بهتری داشته باشن، نزدیک تابر خودشون باشن. New from Florida wants to congratulate his best mate Mango from California who just finished chemo. دقت کنید ضمن اینکه سایت پول داده وای میسه، سعی میکنه همچنان کلیپ ها رو دینای بکنه، البته موفق نمیشه ولی تلاش خودش رو میکنه و اگر تونست کمپ های جنگل رو اسمت بکنه و لسیت اونها رو هم بزنه. متوجه میشه که هیروی حریف لاین رو پول داده، به خاطر همین سعی میکنه یه ذره جلو بره، ریسکی تر بازی بکنه که البته سورپرایز میشه برای تیم حریف، هم MMR بالایی داره و استراتژی بود که بیت کنن به اصطلاح اسکای رسمیج رو، ولی با جوین دادن این چنترس همچنان
تهاجمی بازی میکنن تا اینکه ساپورت حریف هم جوینده و بک میده. دقت کنین مید لینر حریف نیست، به خاطر همین سعی میکنه بره مید لین، همینجا دیگه راحت لاستیک میزنه، اکس پی اس میزنه، هم از ساور دفاع بکنه و با موقعیت خوبی که داره اودی رو مجبور میکنه که بیش از حد جلو بیاد و به همین دلیل که بیش از حد جلو میاد ببینید هم تیمیاش هم تلپورت میکنن میاد و با اوتی قشنگی که وید میزنه موفق میشن پوزیشن 2 و بعد از اون پوزیشن 5 حریف رو به راحتی بکشن و حالا که 5 به 3 هستن میتونن با خیال راحت تاور رو هم پوش بدن و تاور میدلین حریف رو بندازن. آیتماش هم یه نگاه بکنید که داره آیتم بعدی رو داف آتوس میاره که البته ما آیتم ها رو تو ویدئوهای قبلی کامل حالتهای مختلفش صحبت کردیم. وید داره داخل جنگل فارم میکنه، یه لحظه مارس رو هم میبینن، برای همین جوین میده، پشت درخت وای میسه و به محض اینکه وید اولتی میکنه، اسکای هم اولتی میکنه و به راحتی مارس رو میکشه. درگیر رو وسط میبینه، سعی میکنه خودش رو برسونه. دقت کنیم پوزیشنش رو بچه ها تو تیم فایت ها همیشه عقبه، درگیر رو کایت میکنه، دور و ور وای میسه، سعی میکنه از دور فقط اسپل ها رو بزنه و به محض اینکه اینچنترس کشته میشه، حالا که دو نفری هن دو به چهار هستن، سریعا بک میده. متوجه میشه که حالا کری و لاینش تو موقعیت حساسیه، داره کشته میشه، سعی میکنه خودش رو بهش برسونه و سیوش بده ولی اوورکامیت نمیکنه، خیلی بیش از حد نمیره جلو، عقب وای میسه تو هم تیمیاش بیان و به محض اینکه مارس اولتی میزنه سعی میکنه اولتیش رو دور بزنه و هیروهای حریف رو چیس کنن و اونها رو بکشن. حالا مارس سی پی میکنه، فرار میکنه ولی در نهایت از این سم اودی رو دوباره میتونن بگیرن. حالا اودی هم سعی میکنه خودش رو سیو بده ولی پوزیشنش پوزیشن بدی بود، با اینکه میتونه بلینک هم بکنه لول 2 اسکای در نهایت بهش میرسه، اسلوش میکنه. به محض اینکه بچه اودی رو میکشن دقت کنید زیر تاور حریف نمیمونن، تو پوزیشن بعد وای نمیسن و سریعا همشون بک میدن. یه وارد دیپ رو هم در همین حین میکاره که حالا توی جنگل حریف هم یه ویژن خوب داشته باشه. اینجا رو دقت کنید تیم حریف اسموک زده و داره میاد، به محض اینکه اسموکش شکسته میشه ببینیم واسه کی گرفتن و کشتن کی میره. میره لاین رو بکشه که البته موفق هم میشه ولی خب در نهایت خودش هم جامپ میشه و خودش هم کشته میشه، ولی نمونه خیلی خوبی بود که تو درگیری شما دوروبر درگیری به چرخین، همین چیزی که اینجا هم میبینیم. روشان رو چک میکنن، متوجه میشن خونش یه مقدار کم شده، ترول رفته روشان رو بزنه، به خاطر همین همشون سعی میکنن نزدیک روشان وایستن. تیم حریف هم از پشت اسموک میکنه و وید رو غافلگیر میکنه و میکشه، ولی در نهایت بک نمیدن، میدونن که حریف الان باید روشان بزنه، به خاطر همین اسموک میکنن و سعی میکنن خودشون رو به منطقه روشان برسونن. پوزیشن اسکای رو ببینید، عقب ها داره میچرخه، دائما درگیر رو کایت میکنه، دور درگیری میچرخه و فقط از لولاش استفاده میکنه برای کمک کردن به یاراش. دقت کنید چجوری عقب و با فاصله وای میسه، توی جای سیف خودش وای میسه و حالا از روداف آتوس و اسپلایی که داره استفاده میکنه که در نهایت اودی یه سیو قشنگ میده ترول رو، وای میسه توی رنجی که بتونه لول 1 روی ترول بزنه بکشتش، ولی خب از اون طرف هم میبینیم اوراکل باز میتونه سیوش بده. ولی خب پوزیشنی که توی درگیر و تیم فایت داره بچه ها خیلی مهمه، شما دیدیم چجوری چرخید، چجوری جنگید، چجوری از لولاش استفاده کرد و چجوری زنده مون و تقریبا ماناش حالا تموم شده ولی میدونه که درگیری تموم نشده چون روشان هنوز کشته نشده و وید هم زنده شده، به خاطر همین یه کلریتی گرفته که کوریر براش بیاره و بتونه مانای خودش رو پر بکنه تو درگیری بعدی که خیلی نزدیک خواهد بود مانا داشته باشه. خب میبینیم وید رفته داخل روشان ولی روشان رو نمیزنه، میخوان هیروی حریف رو بیت کنن تا بپرن اونجا غافل گیرشون کنن. پوزیشن اسکای رو نگاه کنید، سمت راست پشت اون درخت ها وایستاده و حالا میبینید اصلا باز هم دور و بر درگیر وایستاده. حالا که وید اولتی میزنه اسکای هم پشت سری سری اولتی میزنه، دوباره میاد از لولاش استفاده بکنه و میبینید چجوری دور و بر درگیری با یه فاصله داره میچرخه. بازم این پوزیشنش بچه تو درگیری خیلی مهمه، تو زنده موندنش یه تأثیر بیشتر این که مثلا تو درگیری ها بذاره و بتونه همتیمیش کمک کنه. حالا که پنج دسته میشن با خیال راحت روشان رو هم میزنن و ایجیس رو برمیدارن چون ماناش دیگه واقعا کمه و دوتا کلریتی هم دیگه پاسخ خوش نیست، یه سر رفت پیش
مانا شپور کرد، آیتم بعدیش رو بیلینک آورد و حالا که درگیر رو میبینه دوباره خودش رو میرسونه. با بیلینک این بار درگیر رو از پشت حریف کایت میکنه، بازم داره درگیر رو کایت میکنه، همین این دور و بر میچرخه، ولی با بیلینک اومده پشت سر به اصطلاح ساپورت های حریف و دائما داره حالا فشار میاره روی ساپورت های حریف که متاسفانه مانای کمی داره. درگیری وقتی انجام شد که اسکای ماناش کم بود، اگر هم میتونه تاثیر خیلی بیشتری بذاره. سعی میکنه بره لایون رو بکشه که با همتیمیاش موفق هم میشن و بعد از اون متوجه میشن درگیری تمومه و بک میدن، سعی میکنن که همتیمیشون رو نجات بدن و به محض اینکه وید لول یک میکنه، جامپ میکنه و فرار میکنه، متوجه میشن که دیگه لیژن کامندر مرده. برحال اسکای سعی میکنه خودش رو سیو بده که کار درستی رو انجام بده. آیتم بعدی دگونابی دقت کنید میخواد بیاره، ولی متوجه میشه توی یکی دوباری که کشته شد و با توجه به اولتی که ترول داره سریعا این رو چنج میکنه و به جاش میره واسه آوردن یول سپتر. با همتیمیاش یه اسموک میزنن و حالا سعی میکنن برن تهاجمی آفنسیف بازی کنن، یکی از هیروهای حریف رو گیر بندازن و اون رو بکشن. و جامپ میزنه، سعی میکنه که خودش رو بیت بکنه، هم تیمیاش همه پشت سرشن، بک میده، رنج شیشش نرسید، همچنان دارن گروهی میچرخن، منتظرن یکی رو توی جنگل توی حال فارم کردن پیدا کنن. ترول رو میبینن، یه وارد دیپ میکارن اونجا. باز هم نما کنید درگیر رو کایت میکنه، اون عقب عقب بود، با بیلینک اومد رفت سریعا لاین رو بکشه که اوراکل یه سیو خیلی خوب داد. در نهایت اینجا چون کشته شد تصمیمش رو آیتمش عوض میکنه و همینطور بعد از اینکه زنده میشه با وجودی که 50 ثانیه گذشته بود همچنان درگیری ادامه داشت و با به اصطلاح انتخاب خوبی که داشتن جلوتر آوتپست رو گرفته بودن، میبینید سه تاشون میتونن اینجا تلپورت کنن و هیروهای حریف رو بکشن. حالا که 5-3 شدن میتونن برای روشن رو بزنن، برای اینکه قافل گیر نشن به عنوان پوزیشن 4 میره آوتپست خودشون رو هم میگیره که از پشت سرشون تیپی نکنن، سپرایدشون نکنن. دقت کنید آیتمش رو هم به یول سپتر عوض کرد به خاطر اینکه دید تو درگیری چقدر راحت میتونه کشته بشه و یه جور احتیاج داره هم خودش رو سیف کنه هم با یول سپتر میتونه اولتی ترول رو به اصطلاح توش فاصله بندازه و وقتی ترول اولتی میکنه اتک نده. به راحتی موفق میشن روشن رو بزنن. حالا دست بالاتر رو توی تیم فایت بعدی دارن، یه اسموک میخره برای هم تیمیاش، اسموک رو میزنن و دنبال اینن که تیم فایت بدن. دقت کنین پوزیشنش رو، دقت کنین چقدر عقب‌تر وایساده، حتی اسموکش هنوز شکسته نشده. باز هم سعی میکنه که با بیلینکش درگیری رو کایت کنه، بیلینک میکنه پشت سر، ساپورت حریف رو میزنه، اوراکل رو میکشه، بعد سعی میکنه از اون پشت اودی رو اذیت کنه. مارس که جلو میاد اون رو سعی میکنه با اسپلاش اذیتش بکنه، یه بلینک میکنه، ولی خب اودی هم دقت کنیم پشت سر وایستاده بود و با بلینک که داشت اسکای رو سپرایز میکنه. درمت کشش درگیری بعدی رو دقت کنید، باز هم مثل سری قبلی با همتیمیاش میره لیژن کامندر اینویزیبیلیتی رین رو برمیداره و با دوئلی که میده اسکای هم پشت سریش سریعا اولتی رو میزنه. ببینید اولتیش رو برای کشتن ساپورت ها که راحت میمیرن تو ترکیب رود آف آتوس و بقیه لیول هاش یا توی اولتی لیژن کامندر یا اولتی به اصطلاح وید استفاده میکنه. بازم پوزیشنش میبینین عقبتر از همه وایستاده، این باعث میشه که زنده بمونه، بتونه دائما از اسپلاش استفاده کنه و تأثیرش توی تیم فایت و درگیری چندین برابر باشه. حالا که 5-3 شدن دوباره با خیال راحت میتونن پوش بدن، تاور تیر 2 حریف رو میزنن و های گراند رو میرن و راحتی به راحتی تاور و رکس های لاین بالای حریف رو هم میدن. خب دقت کنین دوباره روشان رو با یونیت انچنترس اسکن میکنن، متوجه میشن که ترول دوباره رفت روشان، سعی میکنن هرچی سریعتر خودشون رو به روشان برسونن. بازم پوزیشنش میبینید مثل بقیه درگیری هاست عقبتر باید میسته و سعی میکنه از عقب اسپل ها و لیول هاش رو بزنه.
آیتم بعدی هم که آورد بچه‌ها یه جم هم آورده که بتونه دیوارد کنه، هیروی ریز حریف رو ببینه، ساپورت حریف که دیگه نمی کنن اون کاری بتونه بزنه. میبینین چقدر عقبتر خارج از بورد لیول ها و اتک های هیروی حریف بایسته و از اونجا داره از لیول ها و اسپلاش استفاده میکنه، به همتینی هاش کمک میکنه. بیلینک میکنه، موقعیتش رو عوض میکنه، این بار میاد این سمت درگیری که سریپرایز نشه چون سمت چپ یا بالا تنها مونده بود، بازم به همون منوار رو به عقب با رود آف آتوسش بودی رو نگه میداره که فرار نکنه و حالا مارس رو هم که میپره واسه اسکای میکشه، ولی هر دوشون سریعا بای بک میکنه. دقت کنین باز هم پشت سر همه، جایی که نتونن جامپش کنه ترول میاد پشت سرش، هم تیمیاش میاد کمکش، یه مقدار بک میدن، دوباره پوزیشنش مثل پوزیشنش رو همه درگیری ها و تیم فایت هاست. مارس میپره جلو، ماناش خیلی کمه بچه ها، متاسفانه درگیری ها خیلی طولانی میشه و مانای اسکای کم میاد. حالا اینجا سعی میکنه که با ماجیک وندی که داره چند تا اسپل اضافه تر بزنه، ولی تو بک دادن یه مقداری تعلل میکنه، همین باعث میشه مارس و اودی بیلی کنن و بخشنش. سریعا از بای بکش استفاده میکنه، مینه چهل بازیه. داشتن بای بک تو این لحظه حیاتیه برای همه هیروها، حتی پوزیشن 4 و 5. میبینین سریعا بای بک کرد و سریعا دوباره خودش رو داده به درگیری میرسونه و لایون رو که داشت فرار میکرد با رودا فاتوس و لبلاش میپشه به راحتی. حالا از این بر بیلی میکنه جلوی پلیر حریف و چارتاشون رو میکشن که در نهایت با کشتن اودی تیم حریف جی جی میده و بازی تموم میشه. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین و با هیروی اسکای به راحتی بیم بدیم و امیمار خودتون رو بالا بیارید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار همگی.